بیستم آذر ماه 1394 خورشیدی و 11 دسامبر 2015 میلادی در تقویم جمهوری اسلامی ایران 18 آذر روز وقف نوشته شده. مناسبتی است برای اینکه امشب به این موضوع بپردازیم. موضوعی است که میدانید که کمتر رسانه ها بهش پرداختن، میپردازن، شاید اصلا نپرداختن، در حالی که یکی از منابع بی حساب درآمد روحانیت و حکومت روحانی سالار در ایران از همین وقف و موقوفات. پرده آخر هم شب خواهیم داشت. یه دیگه هم خدمتتون عرض کنم که فردا در تقویم جمهوری اسلامی روز شهادت امام رضا است، امام هشتم. آمار رسمی اعلام کردند که بیش از 10 میلیون زائر وارد مشهد شدند تو همین چند روزا. پولی که این 10 میلیون نفر تو همین یه هفته تو مشهد خرج میکنن، کی ازش نفع میبره؟ اگه همه درآمدهای مشهد در واقع آستان قدس رضوی، که حالا اشاره‌ای خواهیم کرد به ثروتش، که چرا میگم درآمدهای مشهد یعنی درآمدهای آستان قدس رضوی، زیر نگین آستان قدس نبود، ببینیم چه شهر و استان ثروتمند و مدرنی میشد بشه مشهد و خراسان. همه دنیا دارن سعی میکنن اینجوری جذب توریست بکنن، یک هفته 10 میلیون نفر برن توی شهر رو خرج بکنن، مف مف میره تو جیب انحصاری واعظ طبسی به عنوان نایب تولیه رهبر معظم. چرا؟ بخشش به همین موضوع وقف مربوط میشه. وقف که میگم منظورم اساسا موقوفات مذهبی است و به طور مشخص موقوفاتی که روحانیون و حکومت فقاهتی با تکیه به فقه ازش سود میبره و با تکیه به قدرت سیاسی. وگرنه ما در ایران از قبل از انقلاب قرن هاست که موقوفاتی داریم که به عنوان امور خیریه میشناسیم، مثل موقوفات دکتر محمود افشار که هدفش آموزش و گسترش زبان فارسی است و اگرچه جمهوری اسلامی روش دست انداخته، ولی پایه و مایش قرص‌تر از اون انصافن که بشه از بینش برد. فقط مختصر عرض کنم که دکتر محمود افشار که از فضلا و دولت مردان زمان رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی بود، یه بنیادی درست میکنه برای خدمت عرض کردم به دانش زبان فارسی. قبل از انقلاب همه املاک و مستغلاتش رو که بخشش هم وقف فرهنگنامه ده خداست، اینا تا سال 1362 که دکتر افشار زنده بود خودش اداره میکرد. بعد سازمان اوقاف گرفتش و اعلام کرد که از این به بعد یه شورای تولیت 11 نفره ادارش میکنه که یکیشون رئیس مجلسه، یکیشون رئیس شورای اسلامی، یکیشون رئیس دیوان عالی کشوری، یکیشون وزیر بهداشت، یکیشون وزیر آموزش پرورش و رئیس دانشگاه تهران، حالا هر کی باشه. بعد 3 فرد منصوب حکومت و 3 فرد بستگان دکتر افشار هم هستن، این مجموعا 11 نفر، یعنی در مجموع 8 نفر از 11 نفری که موقوفات دکتر محمود افشار رو در نظام جمهوری اسلامی اداره میکنن مال حکومت. این تازه غیر دولتی ترین موقوفه موجود شاید باشه. و از همه مهمتر این که سازمان اوقاف درسته که قبل و بعد از انقلاب به هر حال دست حکومت بوده و هست، اما چیزی که روشن است این است که قبل از انقلاب دست آخوندا نبود. بحث در این است که وقتی آموزگار نخست وزیر شد، پرداختی های سازمان اوقاف به روحانیون رو قطع کرد، پرداختی هایی که زمان هویدا صورت می گرفت. آیا همچی پرداختی هایی پرداختی ده؟ که زمان تا سازمان اوقاف اوقاف به روحانیون می داده؟ منده به جد خودم، من یادم نمیاد چیزی. آقا اولا با پول داشتیم، احتیاجی نبود که آقای نخست وزیر دستور بده به اوقاف به فلان آخوند، حالا یا مستحق یا غیر مستحق. ولی نخست وزیر بودجه‌ای که فقط مال اهل بودجه اسمدار نخست وزیر، بودجه تعمیرات، بودجه نمیدونم فلان، بودجه که در اختیار نخست وزیر هر کاری باش میخواد بکنه، بودجه محرمانش بس میگفتم بودجه محرمانه. بعضی مصارفی داشت نخست وزیر،
باید بکنه. به خیلی از آخوندها پول میداد. بعضیا واقعا استحقاق داشتن، بعضیا یه کارایی میکردن، یه جوری هم باید بهشون برسید. بالاخره سیاست مردم رو هم باید یه جوری کمکشون کرد. همیشه چیکار میکردن مثلا؟ همه هم میکردن. چیکار میکردن؟ همین مثلا واقعا خیلی ها رو من میگفتم، آقا من میگفتم آقا میرفتم دیدم آقا بیچاره، میرفتم دیدم آدم محترمه، من خونه شو دیدم که مسخره است، هم آدم فاضلیه. ما اتفاقا اوقاف نذاشته بودن چیز بود برای اینا، نذاشت مرده بودن هرچی بود. آقا آخه بی خود اون متولی اینقدی که نمیشه داداش، داستان ها بود. هیچ حساب و کتابی نداشت، خلاصه بده صاف روز کرده، هیچ حساب و کتابی نداشت. خب آقای عصار رئیس سازمان اوقاف بودن قبل از انقلاب که خب دیدین دیگه. این متولی که ایشون گفت هیچ متولی اینقدی نمیشه، هیچ متولی اینقدی بعد از انقلاب، خب این متولی اساسا روحانیت هست. این موضوعی است که می‌خوایم در طول برنامه درباره صحبت بکنیم. در خدمت آقای مهندس حسن شریعت مداری هستیم، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری، از مراجع بزرگ در گذشته حوزه علمیه. آقای مهندس شریعت مداری خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. من هم سلام دادم خدمت شما و تشکر از دعوتتون و سلام به همه بینندگان شما. درود بر شما. آقای شریعت مداری تفاوت، یعنی مقدمتاً اینو باز بکنیم، روشن بکنیم که تفاوت موقوفات با بنیادهای خیریه در فقه چیه؟ بله ببینید، موقوفات اصولاً از مؤسسات یا احکام امضایی اسلامی نیست، سابقش در تمدن‌های بشری بسیار طولانیه. در قرآن هم هیچ اسمی از چیزی به اسم وقف نیست، ولی بعدها در فقه اسلامی با توسل به بعضی تعبیرات مثل اینکه ان الله یأمر بالعدل والاحسان در سوره نحل، و یا اینکه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم در سوره زاریات استناد شده که کارهای نیکو رو خدا توصیه کرده و این بنیاد فقه که یک بنیاد کهنی بوده لباس فقهی بهش پوشونده. اون چی که در فقه اسلامی هست اوقاف است و سازمانهای خیریه و غیر انتفاعی به شکلی که در دوران جدید مرسوم هست، نه در فقه اسلامی و نه در فقهای دیگر مثل تورات یا عرض به خدمتتون کلیسای مسیحیان اثری از این مؤسسات انتفاعی جدید نیست. در تعریف قانون مدنی و فقه معنای وقف در حقیقت حبس عین مال و تسبیل منفعت اونه، یعنی مالی را نگه می‌دارند و منفعت اون رو در راه خدا، تسبیل یعنی خرج در راه خدا یا در کارهای نیک صرف میکنند. در مؤسسات خیریه در حقیقت الزامی نیست که مالی حبس بشود و منفعت اون خرج بشه. در مؤسسات عام المنفعه که اصولا چنین نیست و انواع اموال رو این مؤسسه میتواند از خارج خودش به صورت هدایا دریافت کنه و یا از اعضای خودش و در راه خیر خرج کنه، در مؤسسات خیریه دیگر هم معمولا اون بنیاد نهنده مال بزرگی را یا اموال غیر منقول رو به مؤسسه خیریه میده و اغلب خودش یا کسی رو که تعیین میکنه اون رو مدیریت میکنه. بنابراین و درصدی هم اون کسی که فقه اسلامی است و اون کسی که در واقع متولی میشه، درصدی هم تا 10% گویا از منفعت مالی که حبس شده، یعنی غیر قابل انتقال یا غیر قابل فروش هست، درصدی از اون منفعت رو برداشت میکنه. درست عرض میکنم؟
بله درصد معینی وجود نداشته و معمول این بوده که در وقف نامه بانی وقف تعیین می‌کرده که این مال وقف چگونه باید اداره بشه، متصدیانش چه میزان باید برداشت کنند. بله اشریه یا 10% خیلی معمول بوده، ولی در قانون اوقاف فعلی 30% از منفعت صرف نگهداری مال موقوفه باید بشه، 14% حق التولیه است که بر طبق ماده 81 قانون مدنی ولی فقیه تولیت این مؤسسات وقف است و از طرف خودش شخصی رو تعیین میکنه، 14% حق التولیه است و 13% هم حق نظارت میگیره سازمان اوقاف و امور خیریه. بنابراین 27% منفعت به این ترتیب و 30% هم برای نگهداری مال وقف صرف میشه. اگر چیزی ماند که اغلب نمیماند یا بسیار کم میمونه، با توجه به سوء مدیریت و اختلاسی که وجود داره، اون هم صرف نیات بانی وقف میشه. خب این روشی است که امروزه وجود داره. حالا با توجه به اینکه من خدمت بینندگان عزیزم عرض بکنم که وقف و با نزورات و نمیدونم صندوقای قرض الحسن و این داستانا همه رو جدا بذاریم فعلا که قاطی نشه موضوع خلاصه و بتونیم مشخصا روی وقف متمرکز بشیم. آقای مهندس شریعت مدولی، اوایل انقلاب، حالا با تعریفی که شما رو فرمودید، اوایل انقلاب این اموال و کارخانه های مصادره ای رو خیلیشو به نام وقف صاحب شدن. خلاصه مطلب عرض کنم، خیلی از آخونده و بخش های حالا بنیاد مستضعفان هم که اینا رو گرفت به عنوان غنایم اسلام که آقای خمینی اول انقلاب گفت. اولا مشخصا کدام اموال و کارخانه ها و احیانا معادن و غیره رو به حوزه علمیه دادن به عنوان وقف و این روندش چگونه بود و امروز نتایجش داریم میبینیم؟ بعضن خواهش کنم بفرمایید. بله ببینید، در اول انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد که اموال شاه و خاندان سلطنت وابستگان به نظام سابق و صاحبان صنایعی که اغلب افرادی خود ساخته بودند به جرم انتصاب و تبانی با نظام سلطنت مصادره بشن. 53 واحد صنعتی در دوره دولت موقت که بهترین واحدهای صنعتی کشور بودند به وسیله آقای محمود احمدزاده هروی که وزیر صنایع دولت انقلاب بود مصادره شد و اغلب اینها طی فرمانی که آقای خمینی نسبت به تأسیس بنیاد مستضعفان داد به اون واگذار شد، به طوری که این بنیاد مستضعفان تبدیل شد به یک هلدینگ، بزرگترین هلدینگی که شاید در جهان وجود داشت، بیش از 800 کارخانه داشت. البته با توجه به اختلاس و سوء مدیریتی که شده اغلب اینها ورشکسته شدن، امروز بین 100 تا 150 واحد صنعتی و شرکت بیشتر در بنیاد مستضعفان نیست، از جمله ایران خودرو و خودروسازی ها را از او گرفتند که آقای رفیق دوست میگوید که در صدد اون هست که اونها را از دولت پس بگیره. به هر صورت بنیاد مستضعفان با این عرض و طولش اظهار میکند که در سال در حقیقت منفعتش 58 میلیارد تومان هست، رقمی که واقعا با اون که به این بنیاد واگذار شده به هیچ وجه نمیخونه. ولی علاوه بر این بنیادهای دیگری تأسیس شدن و به حوزه علمیه هم یک اول انقلاب با این نیت که چون عرض به خدمتون شاید دولت موقت در این کار نیت سوی هم نداشت، فکر میکرد که در حقیقت به جای اینکه حوزه علمیه در ردیف بودجه دولت درج بشه و کمک بگیره که الان میگیره، یک بنیادهایی رو بهش واگذار کنن تا اینکه خودکفا بشه. بنابراین نوشابه سازی های چندی رو به بنیاد دارالزهرا که در اون موقع یک بنیاد خیریه تأسیس کردن واگذار کردن و البته این بنیادها بنا بود که از محل درآمد این نوشابه‌ها که مصادره شده بود به حوزه کمک کنند.
این تصدی این کار رو آقای مصباح یزدی و آقای مکارم داشتن. شما شرح مفصلی راجع به تجارت شکر در برنامه‌هاتون گفتید، ولی شاید منشأ اون ذکر نشده. منشأ اون این بود که سهمیه کوچک این کارخانجات برای واردات شکر گرفتند، برای اینکه استدلالشون این بود که ما برای تولید نوشابه شکر می‌خوایم، ولی این سهمیه کوچک به این حد نماند. به زودی دریافتند که بازار بسیار خوبی برای شکر در ایام جنگ وجود داره. کشتی کشتی شکر وارد مملکت شد و به عنوان این کارخانه های نوشابه سازی و امتیازی که داشتند از پرداخت مالیات هم معاف بود و همچنین بنیادهای خیریه تحت نظر مقام رهبری بودند و بنابراین کسی را یارای این که چند و چون اونها را مورد بازرسی قرار بده از طرف دولت نبود. به زودی این کار باعث شد که این مراجع به تجارت شکر مشغول شدند، خودشون یا فرزندانشون، و معروف شدند به تجار شکر، که اینجا نمیخوام وقتتون رو بگیرم چون شما شرح مکفی نسبت به اون دادید و راجع به اون تحقیقات کافی شده، ولی منظور این است که چگونه میتوان از موقوفات یا از بنیادهای نیکوکاری استفاده سوء کرد و همونقدر که مفید هست میتواند در همه دنیا البته راه فرار از مالیات، راه فرار از رسیدگی به چند و چون اداره اون مؤسسات، یکی از بهترینشون مؤسسات خیریه است و البته با این وجود به قدری با ارزشن که در همه دنیا وجود دارن، ولی به هر صورت این سوء استفاده در اون موقع شد که همینطور ادامه داره با وجود اینکه بنیاد زمزم بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و پس گرفتند، ولی تجارت شکر همچنان در حوزه ماند و تا امروز هم ادامه داره و به اون تجارت دانه‌های روغنی و چیزهای دیگری هم اضافه شده که شما شرح کافی نسبت به اون دادید و من نمیخوام وقت تماشاچیان رو بگیرم، وقت شنوندگان. آقای مهندس، با توجه به اینکه موقوفات از مالیات معاف هستند و با توجه به اینکه برای میخوام یک نمونه رو یک کمی در واقع روش مکس بکنیم، به ویژه شما که روی این موضوع به طور ویژه کار کردین، آستان قدس رضوی رو عرض میکنم که 90% زمین ها رو رسما 90% زمین های مشهد رو رسما اعلام میکنن که وقف آستان قدس رضوی است. در نتیجه هیچ دولت یا بودجه عمومی بهره از اون نمیبره و فقط در خود آستان قدس خرج میشه، هزینه میشه، درآمد داره، هزینه میشه. در همین مشهد میدانیم که بیشترین کمربند فقر، بزرگترین پهنترین کمربند فقر توی مشهده، یعنی 1,000,000 نفر آماری که خودشون دادن، حالا الله اعلم که چقدر بیشتر از اینه، میگن 1/3 جمعیت مشهد در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن. اینو نماینده مشهد در مجلس عنوان کرد، یعنی به طور مشخص و بسیار روشن و بسیار تأسف‌آور یک قرون از این موقوفات هم برای بهبود وضع مردم اونجا که 1/3 در زیر خط فقر در حاشیه شهر زندگی میکنن وجود نداره. خب من فقط یک اشاره بکنم برای بینندگان عزیز، برگردیم خدمت آقای مهندس شریعت مداری که ببینید زمین هایی که در مالکیت آستان قدس قرار دارد حدود 20 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می شود و ثروت آستان قدس در حدود 15 میلیارد دلار برآورد شده است. جدا از اینا، از طرف دیگه من دیگه آمارها رو رها میکنم، فرصت کم داریم، فقط برای بینندگان عزیز که بارها میگن آقا این رقم های گنده ای که میگی مثالی هم بزن، خدمتتون عرض بکنم که برای مثال سایت میلیون یک مقایسه ای رو درباره همین رقم ها زده که خیلی جالبه، از جمله نوشته است برای مثال 22 میلیارد دلار میدونین میشه باهاش چیکار کرد؟ هزینه ساخت کانال زیردریایی مانش بین دو کشور انگلیس و فرانسه به طول 51 کیلومتر همراه با خطوط ریلی پرسرعت. آقای مهندس شریعت مداری، این آستان قدس رضوی برای مثال چقدر خلاصه با مطالعات شما؟
و آگاهی شما چقدر خلاصه مبتنی بر همین فقهیه که خود آقایون میفرمایند کاری که داره میکنه در پیوند با موقوفات عرض میکنه؟ ببینید با این ثروت هنگفت استفاده ای رو که اعلام میکنن 130 میلیون دلار در سال هست، یعنی واقعا انسان میماند که با وجود 50 شرکت سودده، برای اینکه آستان رضوی نسبتا از لحاظ مالی خوب اداره شده و شرکتاش همه سوددهن، با وجود اینکه علاوه بر 90% اراضی زیر کشت اغلب زمین‌های مسکونی مشهد هم موقوفه امام رضاست، در استان‌های دیگر هم موقوفات بسیار زیادی این آستان قدس داره، ولی درآمدی رو که اعلام می‌کنند نسبت به این ثروت واقعاً به صورت حیرت‌آوری پایینه. هیچ حساب و کتابی هم رسیدگی نمیشه، برای اینکه طبق مصوبات مجلس رسیدگی از بنیادهایی که زیر نظر رهبری است فقط به امر رهبری امکان داره و بنابراین دست دولت و مجلس و کمیسیون تفحص که بارها خواسته است این رسیدگی بشه از رسیدگی به آستان قدس کوتاهه. به نوعی آقای واعظ طبسی حتی خودش رو کمتر از آقای خامنه‌ای نمیدونه و خودش رو نائب التولیه آقای خمینی میدونه و بنابراین حسابی اگر هم آقای خامنه‌ای بخواهد به او پس نخواهد داد. بنابراین این فقری که میفرمایید به هیچ وجه با نیت زائرین و بانیان وقف به هیچ وجه خانا نیست. شما میدانید انواع و اقسام موقوفات رو ما در بین اینها داریم، موقوفاتی داریم که به بیمارانی که در مشهد هستند باید رسیدگی بشه، به فقرا باید رسیدگی بشه، نمیدونم پای کسانی که زیارت میان باید شسته بشه، انواع و اقسام وقفنامه های عجیب و غریبی که اگر میخواست به اونها عمل بشه شاید یکی از مرفه ترین شهرهای دنیا نه فقط برای ساکنین بلکه برای زائرین یا توریست هایی میشد که به خراسان باید بیان، انواع و اقسام بیمارستان هایی بنابود تأسیس بشه که به مریض هایی که در اون شهر مریض میشن رسیدگی بشه. ولی متاسفانه امسال الان که ما هستیم با وجود اینکه از قدیم نائب التولیه رو سلطان بی جقه میگفتن و ثروت اون در مملکت مثال زدنی بود این کار عملی نشده، ولی مختص اونا نیست. حالا اینکه یک سابقه تاریخی داره و شما میفرمایید خب به جای خود، شما حضرت عبدالحسین عظیم حسنی یا شاه عبدالعظیم معروف خودمون رو که آقای رئیس شهری نائب التولیه اونه، خب ایشون به این فکر رسید که با همراهی دوستان امنیتی خودش از قبیل محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی و آقای یاسینی و غیره یک شرکتی در خیابان جردن برای اداره موقوفات و تجارت برای در حقیقت احیاء حرم عبدالعظیم و بهبود تأسیسات اون درست کنند. اسمش رو گذاشتن فؤاد ری. این شرکت فؤاد ری به زودی تبدیل به یک هلدینگی شد که کمتر از آستان قدس نیست. مثلا یکی از اقلامش بی ام وی رو که آقای نوریانی پسر نوریانی معروف که پدر صنعت چاپ ایران بود از آلمان گرفته بود از دستش گرفتند. بیش از 120 شرکت دارد که در همه شون از پتروشیمی و نفت گرفته تا دام طیور تا دانه‌های روغنی تا آهنالات شمش و حتی آیتی و رشته‌های از این قبیل دخالت دارند و یکی از سودده‌ترین شرکتان، برای اینکه اغلب یا کسانی که قبلا وزیر بازرگانی بودن یا مثل آقای محمد شریعت مداری در دوره وزارت بازرگانیشون اطلاعات بازرگانی رو به این مؤسسه میدادند و همچنین طرفهای تجاری رو که در خارج می توانستند اینها رو تامین کنند با آدرس و مشخصات میدادند و اینها تجارت های پرسودی میکردند، از مالیات و گمرکات هم معاف بودند و کسی هم به این حساب کتاب نمی رسید. به این اضافه کنید آستانه شاه چراغ رو، آستانه قم رو
و از همه آستانهای دیگر رو و ببینید که چه وضعی در این مملکت برقرار. خب حالا مسئله این است که بله بفرمایید جملتون هم بکن. بله به قول حافظ گفت دی الان یادم افشیدش میخونم براتون. من نباید میمادم تو حرفتون. به هر حال آقای مهندس شریعت مداری بنده بله یه چند دقیقه فرصت بهتون میدم که اون شعر اگه یادتون اومد بعدا بخونید. با اجازتون یکی دو نکته هست که من خدمت بینندگان عزیز و محترم عرض بکنم. ببینید اولا صحبت نایب تولیه که میشه بله الان میتونم بفرمایید کاش مونم بفرمایید. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حلال ولی بهز مال اوقاف است. واقعا فقیه مدرسه گفته بود مستی و راستی، فتوایی رو در حالت مستی داده که خیلی با وضع موجود خاناست. خب حالا داستان این است که این موقوفات همونطور که عرض کردم خب قبل از انقلاب است موضوع رو اوقاف بود و دست حکومت هم بود بعد از انقلاب هم به همین صورت. از یک طرف این مسئله موقوفات مسئله حکومتی است در واقع و که از زمان صفوی البته تا حدود زیاد اینجوری شد ولی به عنوان یک سازمان اوقاف از زمان محمد رضا شاه پهلوی در واقع این جا افتاد. از طرف دیگر در جمهوری اسلامی ایران روحانیت هست که حاکم است بر این و در خود قانون مدنی و هر آنچه که مربوط به اوقاف هست حاکم شهر هست که تصمیم گیری میکنه درباره سرنوشت اوقاف و آقای رئیس شهری که فرمودن آقای مهندس شریعت مداری ایشون هم میدونید که حاکم شهر بود اینجوری بخور بخور داره میکنه از مال مردم بدبخت. و خب ببینید چه دعوایی میشود بر سر بخور بخور ساختمان‌ها و زمین‌های وقفی. چند تا نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. حجت الاسلام میر نعمتی ایشون تا سال 90 نماینده آیت الله مؤمن بود در رسیدگی به موقوفات حوزه. آیت الله مؤمن دبیر سابق شورای عالی حوزه علمیه قم. میر نعمتی میگه که موقوفات حوزه و املاک اموال وقفی مربوط به مدارس علمیه به وسیله حوزه اداره نمی‌شود. گرچه به اسم حوزه است بلکه در اختیار اداره اوقاف است و اداره اوقاف با مبلغ کمی آنها را اجاره می‌دهد. متاسفانه سرقفلی اکثر موقوفات هم فروخته شده. بنابراین درآمد موقوفات حوزه خیلی پایین است. جالب است که همین اجاره پایین هم در اختیار شورای عالی قرار نمی‌گیرد که در مدارس علمی خرج کند، بلکه اداره اوقاف هزینه می‌کند و فقط به شورای عالی گزارش می‌دهد که ما اینقدر خرج کردیم. خلاصه اینکه از موقوفات حوزه چیزی دست حوزه را نمی‌گیرد، یعنی هر این از اون غصب می‌کنه. حالا می‌رسیم به موضوع غصب‌های گنده‌تر. و چرا اینجوریه؟ برای اینکه سازمان اوقاف زیر نظر مستقیم رهبره و همه راه‌ها باید به رهبر ختم بشه و بودجه حوزه هم باید اساساً رهبر تأمین کنه تا حوزه کاملا حکومتی بمونه، وابسته بمونه به رهبر. این نایب تولیان که صحبت می شود یعنی نایب رهبر در امامزاده ها، مقبره ها و اینها از واعظ طبسی بگیرین تا رئیس شهری و دیگران، تمام نایب تولیه های امامزاده ها همشون اینها در واقع نایب ولی فقیه نایب رهبرن در اونجا. آیت الله مؤمن به هر حال میاد سر دعوای مدرسه علمیه کرمانی ها در قم که وقفه، ولی میگن مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی همین رئیس جمهور فعلی تصرفش کرده، همین آقای میر نعمتی رو رسما مأمور میکنه که با این حکم که بره تحقیق کنه و گزارش بده. حالا گزارش میر نعمتی: قسمت عمده املاک از نظر مساحت در شهداد بود که شامل حدود 500 هکتار زمین کشاورزی و چند حلقه چاه میشد. برخی از اراضی واقع در شهداد را واگذار کرده بودند، بخشی از این زمین ها را هم فروخته بودند. در املاک شهداد یک سری وسایل نقلیه راهسازی و باربری مثل کامیون، بولدوزر، لودر و تراکتور هم وجود داشته که از اینها عین و اثری نیست. قسمت دیگر املاک در کرمان بود. این املاک از املاک شهداد آبادتر و ارزشمندتر بود. در این بخش از زمین‌ها دو شهرک احداث شده است و بخشی از آن هم فروخته شده. بخش دیگر املاک در راور بود. از املاکی که مربوط به مدرسه کرمانی‌ها نبوده بلکه سهم امام بوده است نیز توسط آقای انصاری و دوستانش تصرف شده است. آقایان اینها را هم به ناحق تصرف کردند و فروختند. املاک مدرسه کرمانی ها نظر شرعی وقف است، چون مؤسس این اساس میگوید من این زمین ها را احیا کردم و سپس آنها را وقف کردم و مال وقفی را نمیتوان فروخت. مثلا و
نمیتوان فروخت، بلکه باید اصل آن را حفظ کرد و درآمد آن را صرف مایحتاج موقوف الله کرد. مثلا چاهی را که در راور فروخته بودند در حال حاضر روزانه 400 یا 500 هزار تومان آب میفروشد. درآمد همین چاه به تنهایی مدرسه را تامین میکرد. خب نتیجه چی میشه؟ پس از تحقیقات و بررسی های زیاد و تشکیل چندین جلسه، دادگاه حکم جامعی را صادر کرد که پس از تایید توسط قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید، اما در حین اجرا ناگهان متوقف شد و تمام. وقتی دین و دولت در هم تنیده میشه و مذهب حکومت میکنه، نه از همین شرعیات خود آقایون دیگه توانی میمونه، نه حرف مراجع حوزه تو امور خود حوزه پیش میره، مگر اینکه خود مرجع دستش با خورندگان موقوفه مشخص تو حکومت توی کاسه باشه. بعد پول دیگه این وسط، پول هنگفت مفت دعوا میشه سرش. اوقاف میگه بودجه ما رو دولت باید اضافه کنه، دولت هم میره املاک اوقافی رو بالا میکشه. 140 میلیارد ریال از حقوق موقوفات گیلان در تصرف اداره‌های دولتی و غیر دولتی است. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان. تنها یک مورد شهرداری، یک مورد فقط شهرداری رشت و هومه است که بیش از 40 هزار متر مربع از زمین‌های اوقافی را در اختیار دارد و حاضر به پرداخت حق و حقوق اوقاف نیست. حالا از اونور سازمان اوقاف میگه که ما از دولت کلی طلب داریم. تو ردیف بودجه سالانه باید فلان قد به ما میداده، نداده. تو لایحه بودجه سال 94 بیش از سال‌های قبل، بیش از حتی سال 93. تو همین دولت میگم، حال دولتی قبل که وحشتناک‌تر بود، یه بودجه مستقل به اوقاف میدن و به سازمانه و نهادهایی هم که اوقاف درشون دست داره باز بودجه‌های جدا میدن. مثلا اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی ردیف بودجه داره، این خودش تو سازمان اوقافه ولی یه بار بودجه جدا میگیره. بقیه سازمانهایی که به روحانیت امور مذهبی مربوط میشه همه همینطورن تو قانون بودجه. مثلا ببینید، سه ردیف بودجه مستقل هست که دولت هر سال باید بده. هر سهشون عملا مال یه جان، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، همه اینا مال همین مرکز امور مساجدن. اما تک تک ردیف بودجه جدا دارن تو بودجه سالانه دولت. و تازه همین مرکز رسیدگی به امور مساجد که با دستور خامنه‌ای سال 68 تشکیل شد رفته تو دل اوقاف، ولی باز بودجه جدا میگیره. خود سازمان اوقاف هم بودجه جدا داره. بودجه ریالی دولت از کجا میاد که به اینا اینجوری پخش میشه؟ اساسا از مالیات کارمنده و کارگری دولت، از سفره مردم بدبخت. ببینین وظایف تعریف شده سازمان اوقاف، من خدمتتون عرض کنم کوتاه چیه؟ موقوفات عام فاقد متولی و موقوفات خاصه و اماکن مذهبی اسلامی و همچنین اسلاس باقیه و بقعه های متبرکه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفع و خیریه اختصاص یافته، اینا همه جزو وظایف سازمان اوقافه و مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان اوقاف محول شده باشد. یعنی هر چی پول بی زبونه. رئیس این سازمان از طرف ولی فقیه معین می شود، حالا از انتشارات و اصفه گرفته تا مؤسسه خیریه خبری راسخون و دانشگاه و بنیاد و عمران و چندین شرکت سودآور مثل اطهر آب فارس و کشاورزی سوران و کاشی سنتی گوهرشاد و اینا. ببینین اسفند 93 میاد مجلس یک طرحی رو تصویب میکنه که سازمان اوقاف امور خیریه بشه سازمان اوقاف امور مساجد و خیریه. چرا؟ این طرح برای این اومده که بتونه این ساماندهی رو بکنه و همین که باور کنیم که بایستی تزریق پولی از منابع دولتی بشه برای افزایش کیفی و کمی مساجد، چه از بعد فیزیکی معماری اسلامی و چه در بحث‌های مدیریتیش. بله چراش روشنه دیگه، باز دوباره مردم بیان پول بدن، اونایی که میرزن تو ذریح و حرم و فلان اونها هیچ، این اونایی که از موقفات که ما داریم هیچ، برای اینکه بتونه سازمان اوقاف برای اون سازی و ساخت مساجد هم از دولت بودجه بگیره. سازمان اوقاف که چند برابر ثروت هر دولتی رو داره، باز میخواد برای ساخت و سازی مساجد هم بره تو ردیف دولت. تو ردیف دولت البته از خواهی مانده شریعت نادری هم اشاره کردن، ولی برای با این کار میان کامل میندازن خرجشو مستقیما گردن مردم. و این میدونید همین موضوع هم هیچ البته تناقضی نداره با پول گرفتن از مردم به اسم وقف. بازم
نگرانی برخی دوستان داشتن که کار داره از مردم گرفته میشه یا ممکنه مردم احساس کنن دیگه وظیفه ای ندارن، در حالی که در بخش های مختلفی که ما در مواد آینده انشاءالله بهش میرسیم شفاف در بیان وظایف هیئت امنا یا امام جماعت کاملا به این مسئله پرداختیم که اون بخش حمایت های مردمی به هیچ وجه کمرنگ نخواهد شد. آنچه اتفاق میفته این است که نظام وظیفش در خصوص مساجد مشخص و شفاف میشه. بله، سازمان امور مساجد رو عرض کردم خامنه‌ای درست کرد، وظایف این که این سازمان اوقاف و امور مساجد و امور خیریه بهش نمیپردازه اون سازمان انجام میده، که از جمله تعیین امام جماعت برای مساجد و اینها، البته پولش با مردم همون محله طبق اساسنامه‌اش. سازمان اوقاف چه خرجایی میکنه؟ رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه سخنرانش رو با این خبر آغاز کرد که 12 قاری سرشناس مصری ماه مبارک رمضان امسال میهمان محافل اونس با قرآن کشورمون هستند. ما بنا داریم که در کنار قاریان مصری از قاریان برجسته کشورهای دیگر هم استفاده بکنیم. سال گذشته 490 محفل برگزار شده بود، امسال هم بالغ بر 500 محفل برگزار میشه. بیش از 2500 روحانی از حوزه علمیه قم، حوزه علمیه خراسان رضوی، اصفهان و از حوزه های علمی استان ها به کل امامزادگان و به قام متبرکه اعزام شدند. خب این سرانگشتی حساب کنید، فقط همین یک قلم خرج ماه رمضان امسال 500 محفل قرآن با حضور قاریای کشورهای دیگه و 2200 آخوند به امامزاده ها برنامه ریزی برای جلب مردم به این امامزاده ها. این یه قلم فقط خرج سازمان اوقاف. خب درآمدهای سازمان اوقاف از کجاست؟ جدا از بودجه های دولتی، یکی از مهمتریناش درآمد از موقوفات. من باز آمار خودشونو اشاره بار عرض میکنم، از 173,000 موقوفه فعلی هم از زمین و ساختمون و همش کارخونه و شرکت، 78,600 موقوفه درآمدزاست و درآمدش میره برای سازمان اوقاف. یکی دیگه از مهمترین منابع درآمد اوقاف امامزاده هاست. سالانه 170 میلیون نفر بار زائر و مسافر به زیارت امامزادگان کشور مشرف میشوند. 170 میلیون بار در سال چقدر پول و طلا میریزن مردم تو امامزاده و اوقاف جمع میکنه؟ چند میشه در سال؟ اینا همه هیچیه. ببینیم با آثار باستانی چی کار میکنن. به اسم امامزاده وقفی، امامزاده ابو جعفر، برای مثال من یکی دو تا رو خدمتتون عرض کنم، امامزاده ابو جعفر یا هر امامزاده دیگه، امامزاده دلاور مثلا، جزء آثار باستانی ایرانه، ثبت شده، یعنی قاعدتا باید ادارش زیر نظر سازمان حفظ محیط زیست باشه و درآمدزایی هم برای مملکت بکنه با جذب توریست ایرانی و خارجی، ولی چون امامزاده است جزء موقوفات مملکت و زیر نظر سازمان اوقاف و زیر کنترل ولی فقیه، ملت هم هر چی پول می‌ریزه میره همونجا که بقیه پولا میره. اوقاف امور خیریه میگه ایران به دلیل ارادت خاصش به اهمیت هار مأمن بیش از 8,000 امامزاده شده. مردم سالانه 10 میلیارد تومان به ذریح پول میریزن و علاوه بر این اوقاف 1,100,000 مستأجر و رغبه دارد، یعنی ملکی که اجاره میدن بهرهشو میدن به اوقاف. اینا کمشونه. شهریور 90 محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میاد یقه سازمان اوقاف رو میگیریم، یه سازمان اوقاف امور خیریه به یک زمینخوار بزرگ تبدیل شده. اوقاف ادعای موقوفه بودن زمینهای منابع طبیعی را میکند و برخی از آنها اجاره داده شده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است، در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد. بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مسئول بازرسی سازمان اوقاف در کمیسیون اصل 90 مجلس میگه تخلفات بعضی ها شیناس، واگذاری برخی معادن موقوفه بدون مزایده به شرکت‌های پیمانکاری، واگذاری برخی موقوفات به بستگان در لواسانات، عمل کردن برخلاف نیات واقفان، برداشت‌های غیرقانونی از عواید موقوفات به نام برنامه‌های مدیریتی و پرداخت‌های غیرقانونی به برخی روزنامه‌ها که گاه منتسب به خودشان بوده است. آقای مهندس شریعت مداری، یک سوال کلیدی دیگه خدمتتون عرض بکنم که حالا اینم که رئیس اداره اوقاف شهرستان میگه که شهرستان طبس، میگه شهرستان طبس خیلی از موقوفاتش غصب شده. ببینین آیا سوال زیاده در این باره، من میخوام میگم اصل قضیه رو،
خدمتون بپرسم، در این شکی نیست که وقتی که این بخور بخورا هست، خودشون میگن که اینا شرعی نیست و به هیچ وجه با حتی معیارهای تعریف شده خودشون خانایی نداره، درآمد روحانیت در ایران، حکومت روحانی سالار در واقع، روحانیت حاکم، درآمدش از چه راههاییست اساسا؟ ببینید، بخشی از روحانیت که با این دولت، در این دولت تنیده و در حقیقت جزو عوامل حکومتی است، درآمدش اصولا ربطی به سازمان روحانیت نداره. برای اینکه مثلا ولی فقیه متولیانی رو که تعیین میکنه برای این امامزاده ها یا موقوفات یا اماکن متبرکه، معمولا از افراد خودی در سازمان روحانیت هستند. اینها در این اختلاس عظیم و موقوف خوری، خب اغلبشون، نمیخوام بگم آدم های پاکی توشون نیست، ولی اغلبشون سود میبرن و درآمدشون ربطی به درآمد اصلی حوزه نداره. حوزه از یک طرف در ردیف بودجه است، همونطور که گفتید. مثلا در پیشنهاد بودجه سال 1392 برای حوزه علمیه 1300 میلیارد تومان تقاضای بودجه شده بود. خب مبلغ عظیمی است. در حوزه بیش از 120 مؤسسه و مدرسه کوچک و بزرگ است که عده زیادی از این روحانیون اونجا به کارهای مشغولند و این بودجه صرف اونها میشه، اسمن اون مقداری که صرف میشه. همچنین در بعد از انقلاب مدارک طلابی که در حوزه درس میخونند ارزیابی میشه همراه با مدارک جدید و مبنای استخدام قرار میگیره. اغلب اینها مثلا اجتهاد در حد دکترا، درس خارج اگر بیش از 3 سال باشه در سطح فوق لیسانس، اگر در حدود 3 سال باشه در حدود لیسانس، و پایین تر از اون سطح و مقدمات به عنوان دیپلم استخدام میشه. اغلب اینها در دانشگاه ها درس میدن، در مدارس درس میدن، در آموزش و پرورش استخدام میشن، نماینده رهبر در جاهای مختلف هستند و از این طریق روزگار میگذرونن. ولی اونهایی که به درس خوندن مشغولند صرفا، اونها شهریه میگیرن. شهریه از محل خمس و مال امام هست. در حدود هر طلبه‌ای به طور متوسط، مثلا طلبه هایی که سطح میخونن حدود 50 تا 85 هزار تومان، در حدود در حد اجتهاد در حدود 700 تا 850 هزار تومان، متوسط 200 هزار تومان هر طلبه شهریه میگیره و هر طلبه اگر از 5 مرجع هم شهریه بگیره 1 میلیون تومانه. ولی علاوه بر اون به تبلیغات اعزام میشن همونطور که گفتید، و ایام عزاداری و ماه رمضان هم درآمد دارند و از هدایا و نذور و وجوهی که اهل محل میدن وقتی برای مراجع میارن سهمی به اونها داده میشه. به هر صورت اونهایی که درس میخونن زندگی کاملا مرفعی ندارن، ولی اونهایی که این درس خوندن رو پایه‌ای میکنن یا وصل میکنن به اینکه جزء ابواب جمعی نظام در بیان، از مزایای زیادی برخوردارن و همونطور که گفتم اصولا اون درآمدها به درآمد حوزه ربطی نداره. یعنی در حقیقت روحانیت رو در این دوره باید به 2 گروه تقسیم کرد. یکی روحانیت دولتی و حکومتی است، یکی اونهایی که ترجیح دادن درس بخونن یا کنار باشن. اونها چندان از این عدیم قارت نصیبی ندارد. آقای مهندس شریعت مادری، 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم در این بخش برنامه. این صندوق های نزورات، صندوق های قرض الحسنه، به ویژه نزورات که مردم مستقیم تر باهاشون تو کوچه و خیابون باهاش سر و کار دارن، یه سوال کلیدی همیشه لااقل در ذهن آدمای مثل من شاید مطرح بشه که با این نارضایتی گسترده ای که هست از فساد ساختاری حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی که دیگه مردم تو تاکسی و خیابون و کوچه و تو خونه و همه جا بحثشو میکنن، دیگه همه میدانن، بازم با توجه به اینکه میدانن مردم که این صندوق های مثلا نزورات همش میره دست اوقاف، اوقافی که خودشون میان این بحثا رو حتی در رسانه ها تو تلویزیون جلو مردم میکنن، تو رادیو میکنن، یا مثلا آستان قدس رضوی بود، چرا مردم همچنان
اولا این پولا رو میدن به حکومت فاسد در واقع در این زمینه. حالا بفرمایید، فرصت بیشتر نداریم، خواهش میکنم. بله ببینید، من فکر میکنم که اغلب رفع مسئولیت میکنن و فکر میکنن که به هر صورت اونها دادن و مسئول کسیست که اگر بد مصرف کرد خداوند اونو بازخواست خواهد کرد. باید هموطنان عزیزم بدونن که بهترین راه کمک مستقیمه. خودشون در دوروبر خودشون حتما افراد مستمندی دارن که بهتر میتونن کمک کنن. برای اینکه معلوم بشه، کمیته امداد طبق آماری که میده در حدود 7,400,000 صندوق در سراسر مملکت داره. طبق آماری که میده وقتی جمع و تقسیم میکنی هر صندوقی روزانه 6 تومان فقط درآمد داره. تو رو به خدا در مملکتی که 6 تومان دیگه اصلا در جیب ها وجود نداره، چنین رقمی چقدر منطبقه با واقعیت و چرا باید مردم فقط رفع مسئولیت کنن؟ این پولی رو که به این زحمت به دست میارن چرا خودشون خرج اطرافیان مستمندشون نمی کنند یا به کار خیر صرف نمی کنند؟ چرا باید به تشکیلاتی داد که خودش معترف درش فساد هست و سازمانهای مختلف هم وقتی پیگیری کردن به این فساد پی بردن؟ ببینید در مملکت ما مؤسسات خیریه‌ای مثل محک، انستیتو پاستور، جاهای دیگه وجود داره که بسیار خوب کار میکنن. چرا مردم ما نمیرن اینها رو پیدا کنن و کمکی که میخوان بکنن به این نوع مؤسسات بکنن؟ چرا باید حتما به موقوفات فاسد، به امامزاده هایی که پولش خورده میشه یا به صندوق نزولاتی که ایف و میل میشه کمک میکنن؟ این واقعا برای خود من هم سوال بزرگ. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای مهندس حسن شریعت مداری که از آلمان با ما بودند. شبتون بخیر آقای شریعت مداری. من هم متشکرم از شما. خب ببینید، در این پایان برنامه، در این قبل از فردا آخر، در این چند دقیقه باقی مانده میخوام یه واقعی رو، داستانی براتون نقل بکنم که ببینید از کجا اوضاع مشکوکه. من نمیگم خرابه. مسجد جمکران که میدونید در جمهوری اسلامی از یک مسجد متروکه کوچیک تبدیل شد به اینی که الان داریم میبینیم. قبل از انقلاب که خب حرفی ازش نبود، درآمدی نداشت برای روحانیت. بعد از انقلاب سید ابوالحسن رضا و حسن مسله بعد از رسیدن به روستای جمکران طبق امر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اقدام به ساخت مسجد مقدس جمکران می کنن. این سند در بسیاری از کتب معتبر شیعه نقل شده و بسیاری از علمای بزرگ تشیع هم در طول تاریخ بر اون صحه گذاشتن. خدمت حضرت آیت الله مسعودی خمینی از نزدیکان حضرت امام رسیدیم و نظر ایشون رو جویا شدیم. آقا ما مزاحم شدیم، چند تا سوال انشاءالله ازتون داریم در رابطه با مسجد جمکران و حضرت امام. بفرمایید. نظر شما آقا در رابطه با خود مسجد جمکران چیه؟ مساجد بسیار مورد علاقه همه مردم هم. مسجد جمکران هم روایت داره، تاریخ نیست، تاریخ غیر از روایت. مسجد جمکران مستند هست که با دستور خود امام زمان علیه السلام، با عنایت خود امام زمان ساخته شده. سندش کجاست؟ البته اون آقا فرمودن که این روایت تاریخ نیست. جمله بسیار مهم است البته، ولی خب همین که صحبت شد، سندش کجاست؟ گفتن تو کتابای معتبر شیعه نوشته شده. که چی؟ که رمضان سال 393 هجری قمری، یعنی 1100 سال پیش حدوداً اتفاق افتاده. بعد خود این داستان به این صورت که ما الان داریم میخونیم و میبینیم و میشنویم فیلمشو، کی نوشته شده؟ یا لااقل به عنوان سند که میگن سند مطرح میشه که بهش استناد میکنن، 120 سال پیش حدوداً. حالا چرا من اینا رو میگم؟ برای اینکه آدم وقتی به این داستان استناد میکنه که میگن مستندترین روایت درباره مسجد جمکرانه و اینجوری درآمد ازش در میاره حکومت و ولی فقیه، میبینه آدم که زمین مسجد جمکران قصبی. معذرت میخوام، به من چپ چپ نگاه نکنین، بذارین من داستان رو بخونم براتون. از مهمترین کتاب مرجع در این باره که فیلم شبکه های جمهوری اسلامی دقیقاً از رو همین کتاب ساخته شده، کتاب الزام و ناسب فی احوال امام الغائبه، نوشته شیخ علی حائری یزدی که درست 102 سال پیش مرد ایشون.
کتاب الزام الناصب اولین بار سال 1312 خورشیدی تو ایران منتشر میشه. در داستان آمده که گفتم این داستان فیلم شده که یتکشو دیدین، چند نفر میان دم خونه بابایی به اسم حسن ابن مصلح جمکرانی و میگن امام زمان منتظرت، پاشو بریم. حالا ادامه داستان، حواستون باشه که دو تا آدمن، اینا اسمشون جفتشون حسنه، اشتباه نشه. یکی حسن مصلح جمکرانیه که میره زمین یک کشاورز رو به اسم حسن مسلم غصب میکنه، به زور میگیره و توش مسجد جمکران میسازه. حسن مصلح جمکرانی حالا داره داستانو میگه و عیناً در الزام الناصب ضبط شده که چند نفر آدم اومدن به خونه من و منو بردن پیش امام زمان. آنها مرا به محلی که اکنون مسجد است آوردند. وقتی خوب نگاه کردم تختی دیدم که فرشی نیکو بر آن گسترانیده شده، جوانی 30 ساله بر فراز آن تخت تکیه بر بالش کرده و پیرمردی هم پیش او نشسته که حضرت خضر علیه السلام بود. پس آن پیرمرد مرا بنشانید. حضرت مهدی مرا به نام خان و فرمود برو به حسن مسلم، یعنی همون صاحب زمین کشاورزه، بگو که این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمین‌های دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنند. حسن ابن مصلح جمکرانی عرض کرد ای مولا و سرورم، لازم است که من نشانه‌ای داشته باشم تا مردم حرف مرا قبول کنند. حضرت فرمود پیش سید ابوالحسن مولای قم برو و به او بگو مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمینی که روش کار کرده به دست آورده است از او بگیرد و با آن پول مسجد را بنا کند. داستان مفصله تا چگونه گرفتن سود چند ساله زمین و خود زمین از مسلم که همون شبانه دور زمین رو با میخ و زنجیر حصار میکنن و با سود چند ساله زمین مسجد رو میسازن و ازش بهره میبرن، همه رو عیارو میگیرن. و بهره چیه؟ مثلا سود ملای قم این میشه که سید زنجیرها و میخا که دور زمین حصار کرده بودن و با خود به قم برد، وقتی تبدیل شد به مسجد با خود به قم برد و در خانه اش گذاشت و هر بیماری که خود را به آن میمالید شفای عاجل پیدا میکرد، اعتبار پیدا میکنه، شیخ و پول میگیره و اینها. خب وقتی که زمینی که میگن به دستور امام زمان درش مسجد ساخته شده به دستور امام زمان و موقعیت شرعی وقف رو داره، این وقتی که بنا به آنچه که براتون خوندم این میشود غصبی، خب دیگه از موقوفات امروزه تکلیف روشن است که بنیانگذارش میگفت حفظ حکومت از اوجب واجباته، از نماز و روزه واجب دار، معلومه تکلیف و موقوفات دیگه روشن. ببخشید که به پرده آخر نرسیدیم، شرمنده، روم سیاه، شب بخیر.